وزیر دفاع کابینه دوم آخوند روحانی، بسیجی جنایتکار امیر حاتمی در مجلس آخوندی بر همدستی با بشار اسد در کشتار مردم سوریه و سرسپردگی به نیروی تروریستی قدس و سرکرده خونخوار آن تأکید کرد. با توجه به قانون محکمی که مجلس محترم در مقابله با تحریم‌های امریکا مصوب کردن، بلا تردید حمایت از جبهه مقاومت و رکن رکین مقاومت یعنی نیروی قدس و برادر عزیزم سردار سرلشکر قاسم سلیمانی که افتخار همه ماست در این عرصه پیگیری خواهد شد. علیرضا آوایی که به جای آخوند جلاد پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری در کابینه دوم روحانی معرفی شده، در اعتراف به سوابق جنایتکارانش گفت: تا کنون چه در کسوت دادستان و رئیس کل دادگستری در شش استان و قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات و متعاقب آن در جایگاه رئیس سازمان ثبت احوال کشور و همینطور در مسئولیت رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور که مورد اعتماد علی دوام مسئولین ارشد نظام و خدمتگزاری به مردم عالی مقدار قرار گرفتم. در جریان جنگ و جدال باندهای رژیم بر سر وزیران پیشنهادی آخوند روحانی در مجلس رژیم، ابعاد جدیدی از فساد حکومتی برملا شد. در یک روز 3300 کانتینر وارد کشور میشه و کارخانه های ما رو و صنعت ما رو و تولید ما رو فلج میکنه. جلو اینها رو بگیریم. زمانی که مفاسد اقتصادی همه میبینیم که مثل اژدهای هکستر بیرون میاد، از هر جا میزنه از جای دیگه بیرون میاد. این بحث مفاسد اقتصادی جدی است، شبکه‌ای شده. رابطه با صندوق بازنشستگی، شرایط بسیار بدی رو صندوق بازنشستگی در کشور داره. 14 میلیون حقوق بگیر، 40 میلیون نفر اعضای خانواده در این صندوق سهام دارن. ما هم می‌دانید یک ادعاهای صاحب منافع که در دستگاه‌های دولتی نفوذ دارند و در دستگاه‌های دولتی هم یک ادعاه هستند که منافع اونها رو بر منافع ملی کشور ترجیح میدن. شما می‌دانید گندم وارد کردن با قیمت پایین‌تر به شما فروختن. در ادامه مخاصمات درونی رژیم بر سر برجام، کیهان خامنه‌ای نوشت: برجام معجزه‌ای نکرد و تحریم‌ها یا نرفت یا به بهانه‌های دیگر برگشت. دولت با چالش‌هایی نظیر افزایش وحشتناک و به شدت نگران کننده نقدینگی، حدود 4 برابر شدن هزینه‌های جاری، تشدید پرشتاب نرخ بیکاری، بیدار شدن غول تورم و دورقمی شدن اندک اندک آن مواجه است. کیهان خامنه‌ای همچنین زنگنه وزیر نفت کابینه روحانی را شاگرد اول استیزاه نامید و نوشت: اختلاف در دولت روحانی باعث حذف طیب نیا وزیر اقتصاد شده و بیماری علت برکناری او نیست. تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم هم گفت: برخی اختلاف نظرها در کلیت تیم اقتصادی دولت اجازه نمیداد که از طیب نیا حد اکثر استفاده صورت بگیرد. اکنون گزارشی داریم از اعترافات رسانه‌های رژیم در بحبوحه بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت آخوند روحانی درباره بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حکومت آخوندی. اوضاع روبه قهقرا، ناکارآمدی و فقدان نتیجه بخشی مطلوب و برباد رفتن امیدها با ترکیب کابینه موجود، ارزیابی مهره‌ها و رسانه‌های حکومتی از دولت جدید حسن روحانی و چشم‌انداز چالش‌های نظام است. کیهان خامنه‌ای از جمله نوشته است: پیش‌بینی می‌شود در آینده‌ای نچندان دور اتفاقات ناخوشایندی در عرصه زندگی مردم رخ بدهد. اوضاع کابینه آنقدر خراب است که بی‌منطق‌ترین‌ها هم نمی‌توانند از آن دفاع کنند. چند روز قبل صادق زیبا کلام در خصوص نقاط قوت و ضعف کابینه پیشنهادی روحانی با لحنی تحقیرآمیز گفته بود: من هیچ نقطه قوتی در کابینه نمی‌بینم. حتی اصلاح طلبان حامی دولت
و کسانی که در ایام انتخابات با تمسک به انواع دروغ‌ها و پنهانکاری‌ها سعی در شکل دهی به افکار عمومی داشته و باعث رأی‌آوری روحانی شدند، از همین حالا هیچ امیدی به کابینه روحانی نداشته و معتقدند اوضاع رو به قهقرا خواهد رفت. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران به ماهیت چپاولگر مهره‌های دولت روحانی اشاره کرده و افزوده است یکی از چالش‌های بنیادین کابینه 11 که حتی از چشم حامیانش نیز دور نمانده است ناکارآمدی و فقدان نتیجه بخشی مطلوب بوده است. نتیجه سهم‌خواهی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی مختلف تا حدی که برخی آن را شرکت سهامی می‌خواندند، حضور توأمان مدیران در بخش دولتی و خصوصی و توجه بیشتر به منافع اقتصادی شخصی، خویشاوند سالاری، تجمل‌گرایی، امید می‌رفت پس از انتخابات 1396 و با ملاحظه واقعیت‌های جامعه این نقایص تا حدی برطرف شود که اکنون و با معرفی ترکیب کابینه این امید تقریباً برباد رفت. سعید حجاریان در یادداشتی تحت عنوان قدرت به مسابه کالا، تعریضی آشکار به نقش پول در دست یابی به پست وزارت در کابینه داشته و می نویسد در گمان زنی ها و پروسی چینش کابینه 12 نیز مشاهده کردیم که یکی از وزرا میان معاونان خود تقسیم کار کرد و به آنها مأموریت داد که با نمایندگان لابی کنند و رأی اعتماد آنها را بخرند. روزنامه حکومتی وطن امروز در مورد چشمنداز برجام و دفاع دولت روحانی از آن از واکنش اجتماعی ابراز نگرانی کرده و نوشته است دولتی که فخر فروشیش از گسترش آزادی بیان محدود به چند نقد کارشناسی توسط منتقدان سیاست خارجه‌اش بود، راه کارآمدی را این بار در شکستن قلم‌ها و بستن دهان‌ها جستجو می‌کند تا بتواند تناقض دولت امنیتی را که مدعی آزادی بیان است بهبود ببخشد. در این میان شاید آنچه بیش از همه تفکیک آینه از خشتخام دولت را تسهیل کند، سخنان محتاطانه دولت مردان در باب نقص‌های آشکار ولی به تعبیر خودشان نه چندان فاحشه برجام است. دولت مردان از یک سو ناچار به اندک موزه‌گیری در این باب شده اند و سوی دیگر بیم شکل‌گیری چنین مطالبه‌ای از سمت جامعه را دارند. به ادامه خبرهایی از جنگ و جدال درونی رژیم توجه فرمایید. در واکنش به حملات باند خامنه‌ای علیه برجام یک رسانه حکومتی نوشت برخی تصور می‌کردند با تایید برجام و مذاکره کنندگان ارشد در مذاکرات هسته‌ای از سوی خامنه‌ای دیگر صدای دلواپسان کاهش یابد، اما در عمل پررنگ شدن نقش و بالا رفتن بیشتر از گذشته صدایشان را مشاهده کردیم. یک رسانه باند روحانی درباره گسترش برجام اتمی به برجام منطقه‌ای نوشت دستاوردهای حوزه دیپلماسی دولت تنها محدود به برجام نمی‌شود. دیدارها و رایزنی‌های صورت گرفته با مقامات اروپایی و کشورهای همسایه در رابطه با تحولات منطقه نیز از نتایج ملموس آن است. به گزارش رسانه‌های حکومتی، مهدی کروبی که در اعتراض به فشارهای ماموران امنیتی اعتصاب غذا کرده بود، پس از انتقال به بیمارستان و قبول برخی از خواستهایش به این اعتصاب پایان داد. مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس رژیم که از بیماری قلبی رنج می‌برد، روز چهارشنبه در اعتراض به روند و شیوه حصر خود دست به اعتصاب غذا زد و متعاقباً به بیمارستان منتقل شد. همسر کروبی درباره علت اعتصاب وی گفت خواسته مهدی کروبی خروج ماموران از منزل و برگزاری دادگاه علنی است.